اسرائیل دستور توقیف 4 میلیون دلار پول ارسالی ایران به غزه را صادر کرد. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه دستور داد 4 میلیون دلار پولی را که به گفته این کشور ایران برای گروه حماس در غزه ارسال کرده بود توقیف شود. وزارت دفاع اسرائیل در اطلاعیه‌ای در همین زمینه اعلام کرده ایران این پول را برای توسعه زیرساخت‌های تروریستی حماس از جمله تولید سلاح و پرداخت حقوق اعضای این سازمان ارسال کرده است. این اقدام بدون برای توسعه دفتر ملی وزارت دفاع برای تامین بودجه ضد تروریسم صورت گرفت. بر اساس این گزارش منبع پول ارسالی رژیم ایران بوده. با این حال مقامات حکومت ایران به این خبر واکنشی نشان ندادند. دستور وزیر دفاع اسرائیل علیه زهر اشملخ تاجر غزه‌ای و شرکت صرافی او با نام متحد اون صادر شده است. پیش از این نیز در ماه میلادی فوریه امسال دستوری مشابه صادر شده بود. در آن زمان نفتالی بنت وزیر دفاع وقت طی بیانیه گفته بود اختاپوس ایرانی تمام تروریسم اطراف ما را تغذیه می کند. فعالیت ضد تروریستی ما صرفا به میدان نبرد محدود نیست، بلکه کیف پول آنها را نیز شامل می شود. در واکنش به این دستور و در تلاش برای پنهانسازی روابط با حماس، شرکت هم متحدون نام خود را به المرکز یلل صراف و مرکز تجارت تغییر داده بود. دستور جدید نام زهر اشملخ و نام اصلی قبلی و فعلی شرکت صرافیش را در بر می گیرد. وزارت دفاع اسرائیل در اطلاعیه خود اشاره کرده دستور اداری صادر شده امکان توقیف وجوه یا املاک با ارزش معادل آن را در هر کجا که پیدا شود فراهم می کند. بر اساس گزارش جروزالم پست، اشملخ پس از کشته شدن احمد عابد خدری، صراف اصلی حماس که در سال 2019 توسط ارتش اسرائیل کشته شد، جای او را گرفته است. او مسئول جابجایی مبالغ میان ایران و حماس بوده است. اکنون دستور جدید وزارت دفاع تحرکات اشملخ و خانواده‌اش در برخی از کشورها و فعالیت‌های مالی آنها با مؤسسات مالی بین‌المللی در سراسر جهان را محدود می‌کند. این اقدام در ادامه افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل پس از مرگ محسن فخری‌زاده، چهره برجسته نظامی و هسته جمهوری اسلامی، و همچنین در آستانه سالگرد مرگ قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس صورت گرفته است.